بادو آقا بادو 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 بندره جنرالو هست تمام اینجا رو بیریم ویتاری ها بیریست بادو 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 بندر بیا بندر بیا بندر با کوله بندر با کوله بیا بندر میری؟ بگو بالا نرا مگه چی میشه بری؟ دست به دست هم سپرده دل به رویاهای دور کوچه فاصله روشن اما سوت و کور رو به شهر آرزوها بی خبر از بد و خوب به امید سفری خوش خوش به هم رو به غروب کاش میشد به جای دستا دلامون یک دل بود سینه ها خونه مهر نه جای رنگ و حیله بود سفر خوش من و تو رو به شهر آرزوها لحظه رسیدن و شکستن فاصله بود شکستن فاصله بود تو رو خدا زود باش آقا رضا نادر خان تو رو خدا زود باش این کار خب الان میام الان میام خدا من برای چی این کار رو انجام میدم؟ برای که به مردم شهر ثابت بکنم که هنوز در این شهر به این بزرگی مردی و مردونگی مونده و وجود داره بله بله هزار تومن میشه ایراد نمیخواه خب ایراد نداره ایزا شما شرمنده تو نما دو هزار تومن پول خورد من بدین برای چی؟ شما بدین زن وقتی تلف نکنه بدین دیره من باید برم والا هم شهر دیم دیگه ببینم. بله خب این از این درسته این 2000 تومان ها این سه جفت جورابم خدمت شما نه بعد شما خدمت شما باشه ما هم شهری مده آقا رضا کمک کن بله چی؟ آیه دکتر الماس زاده با اوجان ای از این رایی میده که من گمت کنم فکر کردی؟ نمیخوام خوانده داشته رو ببینه چرا آخه؟ اگه ببینی شهر بپا میشه نمیخوام حرفای بی ربط به تو بزنه مگه بی ادبه که حرف بی ربط به من بزنه مگه من چیکارش دارم من اومدم بابای تو رو ببینم نمیدونم چرا از تو خوشش نمیاد تو میدی جوری چشمش رژه میری نکن من دارم راه میرم دارم میافتم زمین کجا رژه رفتم میگم تورام تورام من یه سوال دارم از تو خب میتونم بپرسم سری اعصاب خودتو خورد نکن ببین اومدیم و خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده خب خدا اون روزو نیاره زبونم لال خب زبونم لال اومدیم ما بابات فوت کرد خدای نکرده اون وقت خواستگانی ما چی میشه آقا پیروز این چه حرفیه میزنی زبون تو گاز بگیر خدا نکنه خب خدا نکنه خدا نکنه من که 300 بار گفتم خدای نکرده اصلا ولش کن الان وقت این سوال نبود تو هم الان دلشوره داری ناراحتی ایشالله که خدا بخواد ای خدای بزرگ حالش خوب بشه ای خدای بزرگ سایش بالا سرمون باشه و ما یعنی منم دامادتون بشم حالا برو تو خانده داشت نایمده تو رو ندیده برو برم بله برو
الان من برم؟ حالت خوبه؟ چی داری میگی تو؟ توران الان وقتیه که من با خودم رو تثبیت کنم تو خانواده شما. الان همه هستن، اگه من نباشم میگن این چیزه، این کم آورده، کوتاه اومده، آبروریزی میشه. من باید الان شایستگی ها و لیاقت های خودم رو بتونم ثابت کنم، مثل یه شیر قرص و محکم بالای سر بابا وایستم، هر چیزی نیازش رو برطرف کنم و حاضرم شب تا صبح بالا سرش بمونم و هر کاری که بگه انجام بدم و جونم هم تو حدی تو بخشش رو حاضرم براش بدم، همه شونه. حالا باش تا من برم ببینم بالا چه خبره. اگه خانده داشت نبود میام دنبالت. خب من اینجا وای میشم. اگر نبود میام دنبالت. ببین گوش کن. میام. برای من خبر بیار، من دلشوره دارم. نمیذاره من برم تو صحنه، باید کنار صحنه وایستم. آقا جونم چه بلایی سرش اومده؟ آقا جونم کجا بردن؟ من نمیدونم خانم چه سر من داد میزنیم، مگه من باید شدم حالا آقا جون بد بشه؟ میگم مثل همیشه شده چیز کجا بردنش؟ کجا بردنش؟ تو چرا تماشون گذاشتی؟ کجا بردن آقا جون؟ من نذاشتم، حالا من دست داداشه گردن کلفت اینجا مونده هم گفتم برای من پیغام بیاره تو را به من خبر بده بعد من برم. کجا بردنش؟ آقا جونم کجا بردن؟ نه نگفتم سیسیو، من که گفتم سیسیو؟ بابا تورم بیا برای من یه خبر بیار، من مردم از دلشوره. هر کی میاد سلام خانم، چرا اینقدر دلشوره داری شما؟ چرا نیستن آقا جون؟ هیچ چی نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. مطمئنم چون که من توران رو فرستادم برای من خبر بیاره، خودم که نمیتونم برام به خاطر داداش. سیسیو که نبودن شما؟ نه بابا سیسیو کجا بودی؟ بردن همین بخشه، دوتا اکسیژن بهش میدن ایشالله حالش خوب میشه میاد بیرون. مطمئن حالش خوبه؟ مطمئن من اونجا نیستم، مطمئن باشم، ولی اگه خبر شده بود خب جیغی میغی چیزی توران میزد، من میشنیدم. چیزی شد؟ نه میگم حالا که جیغ نزده حتما خبری نشده، خدا رو شکر. قربونت برم، خیلی با معرفتی، بذات بشم دیگه. قربونت برم، خیلی با معرفتی، فراموشت نمیکنم. آقا پیروز تو اینجا چیکار میکنی؟ سلام چی شده؟ هیچی خب بگو دیگه آقا جون، تو تموم شده؟ نه بچی خودت دیدیش؟ نه نکنه یه موقع آقا جون اتفاقی براش افتاده؟ نه بچی چیزه؟ خودت دیدیش؟ نه تمومه یعنی؟ نه خدا نکنه چیزی خب اینجوری که تو لال شدی حتما یه چیزی هست؟ نه من بچی خب بگو دیگه، حتی کشتی منو بگو. نمیذاری من حرف بزنم آخه. بگو هی پشت سر هم تو پیروز بگو. تو خب توران خب توران رفته اون تو خبر بیاره، منم منتظرم که تو قولم دادی یه دفعه چته رفته خبر بیاره. الهی که خوش خبر باشه چشونه اینا آقا دست درد نکنه، قربونت برم بدت شم. یه لحظه ببخشید من شرمنده تونم. یعنی چی؟ نمیفهمم طوری شده؟ نه طوری نشده. شما 500 تومانی خدمتون هست؟ بله. متشکرم، ببخشید کرایه شما چقدر میشه؟ 500 تومان بله، چون بنده متاسفانه فراموش کردم که کیف پولم همراه خودم بیارم. آخه میدونید بنده هول شدم، هول بودم، تقصیر نداشتم که شما نمیدونید تو داره چه اتفاقاتی میفته. خواهش میکنم که این یک جفت جوراب رو که قیمتش بیشتر از 2000 تومان میارزه از من قبول بفرمایید. درست میاد؟ جوراب میخوام چیکار آقا؟ کرایه‌تو بده. قربان من خواهش میکنم شما با قبول این جوراب بنده رو از این بیشتر مدیون خودتون نفرمایید. لطفا من قربون هر چی شدم با معرفت میرم کوچیکی شما رو میکنم. جوراب میخوام آقا، قربون برم کرایه‌تو بده. آقا فیروز سلام پیروز جان چطوری؟ خوبی بمیرم برات. بمیرم برات که باز این خواستگاری تو یک سال به عقب افتاد. نه چرا آقا بیفته؟ عقب نیفتاده. ده چرا دیگه پسر خوب؟ بیا واسه اینجا تاعت بگم. بیا اینجا ببین، آدم وقتی یکی از فامیل نزدیکش مثل آقا جون سخاوت بمیره باید نامزدی بگیره. زبونم لال، مگه آقا جون سخاوت مرده؟ نمرده. احتمالاً مرده. نه چرا؟ حالا تو بیا اینجورا برو بگیر، اگه بتونی مثل پسر خوب اینم بگیر
مثل پسرای خوب بری 10 جفت مرده از این... که جوراب نمیخوام وایسا گوش کن اگه بتونی 10 جفت از این جورابا رو بفروشی من پول یه دونهشو خرج خیرات اموات آقا جون سخاوت میکنم فهمیدی تا برای یه سالمون کافی باشه برای هم من هم تو یعنی برای ثواب ثواب ببریم آفرین بده بگیر ده. شما این کارو شماست من بلد نیستم مثل پسرای خوب اون گوشه بشین یارو بفروش که اگه بتونی این کارو بکنی از دوماد شدن آقا سخاوت آخر عاقبتمون خیلی بهتر میشه هم تو هم من خوبه فهمیدی برو بشین اونجا بفروش من کار دارم دارم میام برو وایسا اونجا خدا فرم. من قیمتشو نمیدونم روش نوشته بجوف چقدر خانم در خونه بنا به سخاوت کجا ساکت آقا اینجا بیمارستانه در حق بسنی خونه بودا به سخاوت اونجا اونجا جون اخ جون اخ جون اخ جون بودا 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 نینا آقا جونت کجا دیدیش ای خدا منو بکن آقا جونو نکن دیدی چه بلایی سرمونو من دیدی برون مادر شما که میدونید من بدون آقا جون سخاوت میمیرم اصلا آخه چرا اینجوری میکنی بهروز خان هنوز که الحمدلله اتفاقی براش نیفتاده هی نفوس بد میزنی خودی خودی که رحمی بکن ای یتیمی درد بی درمونته من میدونم تو یتیمی آقا بهروز آقا جونم که هنطوریش نشده که سرمو رو گنده است سرمو رو گنده است؟ بله نه خانم ببخشید خانواده آقای سخاوت کجا هستن؟ انتهای راه رو سمت چپ. در ضمن خواهش می‌کنم بفرمایید خدمتشون سکوت رو رعایت کنن. سکوت بر اصلا ذاتاً خانواده آقای سخاوت خانواده که هم حرف آرومی هستن متشکرم ممنون. سخاوت داره می‌میره. خدا آخه چرا آقا جون منو ازم گرفتی؟ یکی به من بگه چه بلایی سر آقا جونم اومده مامان بودو آقا جون گلم آقا جون بهت جا بر بسه خجالت بکش اینقدر فیلم بازی نکن نمیتونم خانم نمیتونم تو به خدا راست میگه آخه فیروز کن اینقدر گریه زاری نکن بیا این دستماره بگیر عشقات پاک کن دست شما درم نکنه بروز کن دیدی چجوری یتیم شده دیدی نیست چرا خانم ها؟ اصلا بعد از جناب آقای سخاوت منو تو مرد این خونه انجام کن خود تو آخه بابا باید یه مرسوم آبرومند و در خور شخصیتش براش بگیری چطور آقا فیروز؟ آقا جونم که هزار ماشاءالله هزار بار شد هیچیشون نشده هنوز سرمو رو گندن سرمو رو گندن؟ بله نه خدایا چرا؟ برای چی؟ قلبی کردم دوباره؟ آقای مادر نینا فیلم شده خانم یه آقا خندشو شروعش نکن یه آقا خند بدید حالش بد شده بچم داره از حال میری آقا این که قشیه چی میگی تو؟ ببین چیکار کنی؟
فکری به حال آقای سخاوت بکنیم، درست نیست که سکته کرده دوباره. خب بریم سفارش رو به این رئیس بیمارستان بکنیم. مراسم بریم تشییع و تدفین مرحوم مقبول شادروان لطفعلی خان زن لطفعلی خان سخاوت، ببخشید لطفعلی خان سخاوت، در ساعت این اینجا شو لطف کنین این ساعت و نقطه چند تا نقطه خالی بذارید ساعت و تاریخش رو. بله ساعت و تاریخش رو. آه با خودمون ما بعدا با خودکار فرم میکنه، شما نگران نباشید. حالش چطور مادر؟ چی بگم میبینی که؟ باشه بابا هرچی تو بگی. بالاخره تکلیف ما مشخص شد، چی کار کنی؟ آقا بزنمون پس فردا. پس فردا؟ پس فردا پس شد پس فردا. بله ساعت 3 بعد از ظهر الی 5 عالیه. مجلس ترحیم مرحوم اسم مرحوم؟ مرحوم مغفور شادروان خلداشیان جنت مکان رضوان جایگاه لطفعلی خان زند. بله تاریخ وفات؟ یه ساعت دیگه. شاید هم دو سه ساعت دیگه. خب شاید هم فردا. بله آقا. این دکترش کیه؟ داداش هنوز نمیدونی؟ بله ما که نمیدونیم اون تو چه خبره. یعنی هیچ کس اینجا خبر نداره این تو چه خبره؟ نه داداش از هر کیم سوال میکنیم کسی جواب بهمون نمیده. این بهروز و فیروز نیومدن؟ چرا خانده داداش اومدن. یکی از دوستای بهروز رئیس این بیمارستانه، رفتن سفارش آقا جونو بهش بکنه. تازه یکی از دوستای فیروز هم تو این بیمارستانه، اونا رفته سفارش آقا جونو بکنه. خانده داداش بله؟ فیروز هم اومده، رفته به یکی از هم دانشگاهیش که اینجا تو آزمایشگاه کار میکنه سفارش آقا جون رو بکنه. بله دیدمش، وقتی داشت سفارش میکرد تو عیاد دیدمش. حاج آقا ما یه خواهش داشتیم، تو بگو. ببین حاج آقا ما یه خواهش ازتون داریم. میدونیم چیه؟ چه خواهشی؟ راستشو بخواهیم ما چون که منتظر مرگ متوفا هستیم، برای همینم اگر شما قبول کنین قرونتون برم. بله. ما الان یه مقدار از پولو بدیم انشالله وقتی که مرد میان کل پولو جیرینگی تقدیم میکنیم. نه آقای محترم شما اهل معامله نیستین، اگر نری میگم اینجا زنده به گورت بکنن. چی آقا شما چرا اینجوری میکنیم؟ یه لحظه $400,000 پول از من میخوان. $400,000؟ خانه داشت باید بدیم دیگه یه جوری. از کجا بیارم که میگی باید بدیم یه جوری دیگه؟ آخه خانه داشت جون آقا جون در خطره، چی کار کنیم؟ باید یه جوری جورش کنیم. خانه داشت حالا حتما باید کلی $400,000 یه جا بدیم؟ همه بیمارستان همینطوره، پولو پیش بگیرن، باید یه کاری بکنیم. بابا جان من همه باید با هم کمک کنیم تا این پول یه جوری فراهمش کنیم. اکبر جون کی اومدی؟ قربونت برم الا اکبر آقا. اکبر جون بهروزت بمیره آقا جون سخاوت نمیره. اکبر آقا میدونی چه ما رفته بودیم پیش رئیس بیمارستان معاونش؟ آره اتفاقا کلی هم از خاطرات گذشته تعریف کرد. بله یهو این رئیس بیمارستان دکتر آقا جون صدا کرد و گفتش که یه کاری بکنید که این بیمارستان بهروزم بود به خدا. جان اکبر آقا یه کاری بکنید که این بیمارستان در خدمت خانواده آقای سخاوت باشه. بله اتفاقا تو بلندگو هم اعلام کرد، شما نشنیدید؟ دیر شده نه اکبر جان؟ نه بابا چی رو دیر شده؟ اکبر جون دکتر گفت من تمام تلاشمو میکنم، هیچی هم کم نمیذارم. کی گفت؟ دکترش گفت؟ خب بله دیگه. خب خدا رو شکر. به هر حال اکبر آقا من و بهروز خان تمام تلاش خودمونو کردیم که این بیمارستان در خدمت خانواده خودمون باشه دیگه. بله خانم اینجا چه خبره؟ خانوم ها آقای و ساکت لطفاً. اینجا سالن نمایشه؟ سالن میدون تره باره؟ سالن
بازار روزه. سلام عرض کردم. نونواییه. سلام. خانم آقایی اونجا چی میخوان خانم؟ سلام. اینجا بیمارستانه. اینجا بیمارستانه. اون بغلو میبینید؟ اون اتاق سی سیوه. تو سی سیوه یه سری مریض خوابیده که با مرگ فقط یک قدم فاصله دارن. از برای چی شلوغ میکنی؟ میخوای مریضا رو بکشی؟ سلام آقای دکتر. کارتون اینه؟ خانم اگه اینجا تالو سکوت نداره. آقای دکتر بارها به این خانواده تذکر دادم که سکوت رو رعایت کنم. متأسفانه اصلا اهمیت نمیدم. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، ما کلا خانواده آقای سخاوت هست. سخاوت کی آقای محترم؟ بفرمایید سر جاتون. همچی میگی سخاوت که به سخاوتی رئیس بیمارستانه. بفرمایید سر جاتون. بهروز، مگه تو نگفتی این آقا با تو آشنان؟ بله بله، الان کارش توضیح میدم. قربان، آقای دکتر شما چرا انقدر زود عصبانی میشین؟ خوب نیست، شما میدونید. دست آلودتون رو لطفا به من نزنید. دستتو بردار. من اصلا این آقا رو نمیشناسم. من فقط با رئیس بیمارستان آشنام. فیروز خدمت رو بهشون بگو ما کی هستیم. بله بله، میگم که آقای دکتر ما از خانواده آقای سخاوت هستیم و پیش رئیس بیمارستان بودیم و ایشون خیلی از شما تعریف کردن، گفتن که بیمارستان در بس در خدمت شماست، در اختیار شماست، خیلی از حسن اخلاق، حسن رفتار، کار شما همه چی تعریف فرمودن. قربان آقای محترم، رئیس بیمارستان برای یک کنگره پزشکی الان چند وقت رفتن لهستان و اینجا نیستن. نه میدونین چیه مختصر اینکه من اصلا دخالت توی این قضیه نداشتم. خیلی خوب آقایون ساکت، خواهش میکنم ساکت. ببینم بزرگتر خانواده آقای سخاوت کیه؟ خیلی خوب، فقط یک نفر با من بیار. بله بنده در من اینجا چه کارم؟ قربان امری بود. ببخشید شماها با بیمار چه نسبتی داری؟ من همراهش هستم. آقای دکتر، تنها پسر خانواده ی آقای سخاوت و بزرگ این خانواده منم. اینا جیغ خور آقای سخاوت. ایوا این حرفا چی میزنی مادر؟ ما که یه عمری قصه خوریم نه جیره خور. مادر شما رو نمیگم ولی بعضی ها رو میگم. قربان ما خاک سپاریم. قربان خواهش میکنم بقیه تشریف ببرید بیرون لطفا. بفرمایید بیرون آقای دکتر. مادر این چند از بیرون تشریف داشته باشیم. خواهش بفرمایید. بفرمایید. خواهش بفرمایید. اکبر آقا بیا اینجا. ماشالله میری به رئیس بیمارستان خب سفارش منو میکنی، یادت نره ها؟ خب حتما ها. آقای محترم خواهش میکنم، تمنا میکنم، استدعا میکنم، بفرمایی بیرون. آقای دکتر من باید به شما اثبات کنم که آقای رئیس بیمارستان استرالیا تشریف ندارن. ببخشید اکبر آقا، من نمیم خدمتون. میدونی اصلا استرالیا تشریف اکبر آقا شما ببرم نظر میری پیش معاون این بیمارستان سفارش من رو بهش فقط یک نکته رو من خدمتون عرض کنم. سلامتی ایشون در گرو آسایش و آرامشه. آقای سخاوت احتیاج به یک محیط آروم داره. همین. چی شد مادر؟ مثل همیشه. دکتر چی گفت؟ هیچ چی نگفت. حالش خوب میشه. میبریمش خونه. بفرمایید میرید خونه. فیروز فیروز کجا؟ خانم داداش این همه بهشون توهین کردین. توهین؟ دندوناشون رو خورد می‌کردن. جنس جلبا. بفرمایید. بله رئیس بیمارستان دوستشون رو برو گفتن. برو مادر. بفرما.
ببخشید آقای دکتر، ما مزاحمتون شدیم. ما خواستیم بپرسیم که چه چیزایی برای ایشون ضرر داره، ها؟ بله، یعنی چه چیزایی نباید برای ایشون تجویز کرد قربان؟ سر و صدا، آلودگی صوتی، هوای ناسالم، استرس‌های عصبی، فشارهای روحی و فکری، چربی و بقیه چیزایی که اینجا نوشتم براتون. ضمناً بهش دروغ هم نگید. متشکرم. خیلی ممنون. مخم داره میترکه مادر. آدم این همه پول داشته باشه بعد واسه خرج بیمارستان عزاداری را بندازه. ببین وقتی میگم دارم از دست بابای تو دق مرگ میشم، اون وقت میگی این حرفا چیه میزنی مادر؟ نگران نباش مادر، منو داداش جورش میکنی. چی میگی تو رام؟ چی میگی واسه خودت؟ از کجا جور میکنیم ها؟ خان داداش، بهروز و فیروز هم کمک میکنن، 200,000 تومنشو اونا جور میکنن، بقیهش هم ما میذاریم، حل دیگه. ابدا حرف اون دوتا رو اصلا نزن، یا من حاضرم گردنم بذارم زیر تبر، یک قرون دست نکنن تو جیبشون بدن. چرا مادرشون؟ چطور بردن هر پنجشنبه جمعه بیان اینجا شام بلنبونن، حاضر نیستن دست تو جیبشون کنن؟ حالا نه به خاطر من، به خاطر شما، به خاطر پدرزنشون. درست میگی خان داداش، ما هم تا حالا ندیدیم این دوتا یه نون بگیرن تو دستشون بیارن توی خونه، ولی حالا گفتنش که ضرر نداره. من که راضی نیستم. اتفاقا من راضیم، از ته دلم راضیم. باید دست کنن تو جیبشون خرج پدر با هم بدیم. اونا پول بده نیستن. نیستن؟ از حلقومشون میکشن بیرون. حالا ببین. من واقعا نمیدونم، منی که از صبح تا شب میرم زحمت میکشم، اطلاعات پزشکی در اختیار مردم میذارم، اون وقت من باید پول بیمارستان جناب آقای سخاوت رو بپردازم؟ بله باید بدیم. بهروز قرار شده پول بیمارستان آقا جون رو همه خانواده بدن. ببین دیگه به من نگی باید، چون که اگر بگی باید منم میگم باید اون داداش گردن کلفتت پول بیمارستان رو بده. به داداش بیچارم چی کار داری؟ اون طفلکی که چکشو داده نتونه پول تهیه کنه بیفته زندون. خوبه خوبه، نمیخواد درسی که خودم بهت دادم به من پس بدی. آخه این درسته؟ منه بیچاره برم صبح تا شب جون بکنم بعد بیام هزینه بیمارستان پدرزن پولدارم و تهیه بکنم، این درسته؟ باید تهیه بکنیم، ناسلامتی بابامه، اگه کمکش نکنیم میدونی آیندمون چی میشه؟ آخه هرچی میکشم از دست اون شوهر خواهر جورا فروشم میکشم کلاهی بره زیر. چیکار داری جوون مردم؟ عجبا. چقدر گفتم گولشو نخوری یا چشم و همچشمی نکنی. آخه تو موبایل میخواستی چیکار کنی ها؟ رفتی موبایل قسطی خریدی؟ من بدبخت باید صبح تا شب برم سر کار قسط موبایل حضرت عالی رو بدم. صد دفعه بهت نگفتم اسم موبایل منو نیار. آخه چیکار به موبایل من داری؟ از قدیم گفتن فلفل نبین چه ریزه، بخور ببین چه تیزه. بشکم ببین چه تیزه شازده. حالا بله خانم، بله بله، من کاملا حرفای شما رو درک میکنم. آقای سخاوت پدرزن عزیز بنده هستن، مطمئن باشید که من اگر ایشون رو بیشتر از شما دوست داشته باشم کمتر از شما دوست ندارم. بابا من حاضرم برای ایشون به جون عزیز خودش قسم جونم رو بدم، شارعی هم بذارم پاش. پول چیه؟ من اصلا کار بیارزش نمی کنم و نکردم تا حالا برای کسی. ببین فیروز، به من گفتی خرجی نداریم برای ادامه زندگیمون، برو سر کار. رفتم سر کار. من بد گفتم؟ بد نگفتی، ولی قرار نیستش که نصف شب بری سر کیف پول منو به حقوق یک ماهمو کشوری و خرج قروفرت بکنی. قروفر؟ بله قروفر. بابا خانم عزیز، من بدبختی بیچاره صبح تا شب میرم جون میکنم که مثل همه مردم یه لقمه نون حلال در بیارم تا دستم جلو چهار تا نامرد دراز نباشه. اون وقت شما داره میگه قروفر؟ به خاطر همینه که همتون آرزوی مرگ آقا جونمو دارین. آقا جونت که همیشه به کمک ما احتیاج داره. آقا جونت ماهی 60 عملی جراحی میکنه، اون وقت چه میدونم معده و روده و عرق و عروق و قلب و عروق. قلب و عروق که پشبندش هم هی چون دو تو پی در پی سکته میزنه. آقا من نمیدونم چی این آقا جونت بگم. آخه از پولش. توران تو چیزی میخواستی به من بگی؟ نه. تو مطمئنی حرفی نمیخواستی به من بزنی؟ گفتم که چیزی نمیخوام بگم. نه نه نگفتم چیزی گفتی، گفتم احساسم. نه حرفی ندارم. بریم. خانم دکتر فرزاده، دو بخش سیون.
اینم 400,000 تومن چک مسافرتی برای طولان عزیز. از کجا آوردی؟ وام گرفتم. چطوری؟ خب معلومه، از هتل، رئیس هتل، از حسابداری. کلی براش زحمت کشیدم تا پیدا کردم. قسطاشم خودم میدم چون آش قسطاشو با هم میدیم. برو بده حسابداری تا دیر نشده. بده برو. مرسی. پیروز تو واقعا به این نظیری. خب مرد سلام آقا. سلام و زهر مار. دفعه اول به زبون خوش بهت میگم. آقا درد میگیره؟ جانم که درد میگیره، دفعه دوم یکم با عصبانیت بهت میگم. بیشتر درد گرفت. بهتر که بیشتر درد گرفت. دفعه سوم این موش میگیرم دوم تو، از دمپر خودم و خواهرم پرت میکنم تو جو. مگه دیوونه شدی؟ مگه من چه این دومه کلی به تو فروختم؟ ببین چی دارم بهت میگم، فقط یک بار دیگه ببینمت با همین دستام خفت میکنم. سلام داداش. سلام. کجا؟ هیچی، کار داشتم. دنبالتون میگشتم. واسه چی؟ پول آماده است. این از کجا آوردی؟ وام گرفتم. وام گرفتی؟ ببین وقتی میگم تو دختر لایقی هستی حرفای منو گوش نمیدی. اون لیاقت تو رو نداره توران. به خاطر همین میگم به حرفای من خوب گوش بده، خوب فکر کن، بیا دنبال من. گوشاتون رو وا کنید، آخرین التیماتوم سخاوت به شما ها. ببینید اولندش، من یه پاپاسی بابت هزینه بیمارستان پرداخت نمی کنم. حتی باید زیان و ضرر این دو روز تعطیل حجره رو هم شماها پرداخت کنید و الا اینقدر سکته می کنم که پدرتونم در بیارم. آقا آقا جون مجده آج بده من 400,000 تومن پول بیمارستان جور شد. خود حالتون هم خوب شد؟ ها؟ فردا هم ترخیصیم. برید گم شید. فردا ترخیصیم؟ مگه من کالای گمرکی هم که فردا ترخیص میشم اونجا؟ مریض؟ گفتی مریض؟ مرخص میشم؟ من مریضم؟ شماها مریضین بدبختای بیچاره ها. نه سیخ آبادی این حرفا چیه میزنی؟ عوض دست درد نکنی داری به بچهات میگی؟ اینا بچه هم؟ اینا خرچه هم؟ دست درد نکنه بابا جون. تو هم رئیسشونی. بفهم میخنده مادر بوله. 400,000 تومن 400,000 تومن 5% 4, 5, 20, 20 بر دو بعد یه سال 12 ماه 4 روز آخر سر چقدر میشه؟ هی واسه دو روز این همه پول و 400,000 تومن رو دادم به بیمارستان. خب میدادیم به من من میفهمیدم چیکار کنم. شادومان آینده قربونه برم. چه گلی قشنگه. خیلی خدا با این کارا شیرینی هندونه. آخه بده من سنگینه بشتره بابا. سیتونه فقرات دست میگیره به درات فیستی. این کارا چیه کردی؟ این سیبو ول کن. سیب آخه سنبول. آره بله ولش کن. شما زحمت نکش، وایس با کاری نداری، فعلا خودم باشه تو میبری، برو. زن دو سه روز حجره بسته است، مردم که میان با من کار دارن کسی نیست جواب بده. بابا آیا سرتون آقا جون؟ خواستی که سلامتیتون باشین. الان ببینین چجور شدی. فقط فکر نورده. به
چه سعادتی، چه معجزه‌ای. پدرزن عزیز من در نهایت صحت و سلامت اومدن داخل بخش مریم. این یعنی امید برای خاندان سخاوت. علیک سلام. سلام آقا جون. آقا جون شرمنده کردی ما رو، شما از این کارا نمی کردی. اختیار دارین مادر جون، اختیار دارین. گل و شیرینی که قابل شما رو نداره که. ما حاضریم زندگیمون رو بدیم آقا جون سخاوت رو تو سی سیو نبینیم، اونجایی که دلمون میخواد ببینیم. میبینی؟ عمرت همه گل باشه. عمرت همه گل، نسیمت عطر گل سرخ. باریکلا جانان منی، جانان منی نباشد عمرت چون گل. ای خول برمان وظیفه از خاک سپار ما نظر کردیم. بله. اگه اونجایی که دلمون میخواد شما رو دیدیم بدیم یه دعویست و راسته براتون بیارن در خونه. راسته؟ راسته چی هست؟ ها راسته هر وقت میل فرمودی متوجه بشی چی؟ ای بابا حالا نفسم دیگه بالا نمیاد. ای بابا بری یه خود باد بیاد، یه خود باد بیاد. آره آره باش خیلی باید تو خواهد داشت. سلام. سلام. ببخشید بابا خوبه؟ گل آوردم براشون، دو تا گل دو رنگ. آره حالش بد نیست، میتونی بیای از نزدیک ملاقات کنی. نمیشه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایید. اجازه میدید؟ خواهش میکنم بفرمایید. سلام به همگی. سلام. سلام. داشت اینا رفتن علیه. ای بود؟ ایوا شمایی؟ سلام پیروز، تو بالای دیوار چی کار میکنی؟ ترسیدی؟ بیا تو مادر جون، چرا سر دیوار بایستدی؟ نه 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 من داخل نمیام، مرسی همینجا خوبه. من از اون پسر گردن کلفتتون میترسم، ببخشید. حالا بیا پایین یه چیزی بخور. بیا این هندونه رو گرفتم آوردم انداختم تو حوض خنکشه که آقا سخاوت که از بیمارستان تشریف میارن بخورن جیگرشون، انشالله خنکشه خوب شد. دست درد نکنه، خدا عمرت بده مادر. ببین اکبر جان، قربون تو برم، پسر نازنینم. من 7 سالم بود که اومدم تو این حجره، الانم که 70 سالمه تو این حجرم، 100 سال دیگه‌شم که باشه باز تو این حجرم. به کوری چشم اونایی که نمیتونن ما رو ببینن. چشم اونایی که شما رو نمیتونن ببینن کورشه، ولی بابا شما ماشاءالله ماشاءالله تو این سن و سال خیال میکنی یه جوان 14 ساله ای دار. خب معلومه، معلوم میشه تو هنوز پدر خانواده خودتو نشناختی. چرا خوب شناختم؟ شناختی؟ بله. ما یه خانواده کاملا استثنایی. بله شما هم استثنایی هستی. ببین بابای خدا بیامرز من هر 15 روز به 15 روز یه دفعه سکته میکرد. من خودم از خجالتمه که ماهی یه دفعه سکته میکنم. خواهرام هم یه روز در میون سکته میکردن، اما هیچ اتفاقی نیفتاد واسه اینکه ما خانواده استثنایی هستیم. بابا اصلا من کاری به این موضوع ندارم. آبی که ریخت رو زمین دیگه نمیشه جمعش کرد. مگه نمیگه 70 سال تو این حجره هستی؟ چرا؟ خب یه دفعه هم که شده به حرف ما گوش بده دیگه بابا جون. چیکار کنم؟ یه هفته بابا، فقط جون خودم، فقط یه هفته. خب. بریم یه مسافرت خوب، یه آب و هوا، یه جایی که خوب باشه، یه ایلاقی.
اگه نگی چه کیفی داره هر چی خواستی به من بگو. آه واسه کیفش میگی؟ خرج کردن پسر جون کیف نداره، پول درآوردن کیف داره. کیش عزیز من، سخاوت داره تو تهران دود میخوره، دود میکشه، هرس میخوره، پول میخوره، بدترین جای بدنش هم باعث جراحی شده، داره روز به روز به عمرش اضافه میشه. وقت تو میگی ما ببریمش کیش، میام تو محضر ثبتی برات امضا میکنم که با یه سرمایه گذاری کوچولو و اون نقشه حساب شده من برای سفر به کیش کار سخاوت برای همیشه تمومه. فقط با سر کیسه رو خودش شل کنیم، همینو بس. قبول. بادو بندره دیره دادو از تمام اینجا رو بیریم ایتالیا بیریم. بادو بندر بیا انگاه خارج بندر آبیار بندر میری؟ خب نرا اگه چی میشه بری؟ بندر بفرم بندر با من بیاین، با کسی که نیاین بفرم، به دیگران توجه نکنی بفرم دست منو بفرما. یک ساعته داری ما رو میبری این ور میبری اون ور. بله اتوبوس اینو جون من اتوبوس داری. به ببین یخچال کولر همه چی داره. آق جمال بندریان. خب باشن، مگه کیان؟ با سلام خدمت مسافرین محترم، ضمن خوش آمدگویی به شما مسافرین عزیز، مقدم شما رو گرامی میدانیم و آرزوی سفر خوشی رو برای شما آرزو میکنم. جا داری که دوست عزیزم و همکارم سرمهماندار آقا مسید رو یه جورایی معرفی کنم. ما خواستمون آجا هم بفرما. ما کوچیک همه مسافرهاییم، اصلا ما قابلیم. راننده صحبت میکنه، این جانب جمال معروف به جمال خوشدست با بیش از 40 سال سابقه در امر رانندگی تو جاده‌های اروپایی، خاورتور، خاورمیانه و اینجور چیزا با تجربه این 40 سال در خدمتیم. دوستان اگر چنانچه یه وقت در امر اتوبوس مشکلی پیش اومد، ما اینجا راه های خروجی داریم که همینجور که الان من میگم توضیح میدم، همکارم به شما چیز میکنه، نشون میده که چجوری این حرفای من. دو در در قسمت جلو این وره، دو در در قسمت جلو که یه درش مال خود نه، این رو کاشته بتونی بکنی، یه در در قسمت عقبه اتوبوسه که اونم تا حالا باز نشده خوشبختانه، چون لازم نبوده، اما اگر لازم بشه وا میشه. 16 پنجره دور اتوبوس چیز شده، تعبیه شده که در صورتی که به اکسیژن اتوبوس اشکال پیش اومد، شما میتونید از این پنجره به نفع شایسته مقتضی به عمل بیارید. در پایان زیاده عرضی نیست، سفر خوشی رو واسه لازم میکنم، شخصیتتون هم حفظ کنید. این چیز بفرمایید دست شما درد کنم. خیلی ممنون. راستی از موبایل چه خبر؟ موبایل؟ آره میتونم واسه جور کنم، اون تا خرج داره. ببین ندارم، اگر موبایل به من ندی میمیرم. نمیره دل عاشقه، دلش من 38500 بیا پایین، وقت مرا نگیر الکی.
دستتو بکش بینیم بابا. با دست صحبت نکنم. گوش کن داداش من. گوش کن. ساکت. گوش کن داداش. جون داداش. ببین داداش من. ببین عزیز من. جون هم. ما این پولو نمیدیم. نمیدیم؟ نه. خب فرما پایین داداش. پایین ما اینم نمیدیم. دستتو پولم. هرس خواه. این پول نمیدیم. پدر به درگر. مردی که خیلی مردی که پیره مرد باشو از تو پیره مرد باشو خیلی اکبر آقا بله به شما میگه خیلی فیروز بخش به شما میگه خیلی شما بخونه نه خوبی قربان ازده بابا اینجا نسته اینجا اینجا میدن آره ای آقا، ای آقا، داداش، داداش، چیکار داری میکنی؟ دست نکش، میگم دست نمیدم، چوب کشیدی و من گرفتمش میتونی بگیرش ده خبره میگم برو بشی سر جا دست تا بندار جناب آقا دست بلند نکن جناب آقای محترم ویژه میدم جناب آقای محترم آقای محترم دوست من تا حالا ما توی این اتوبوس این حرفو نداشتی آخ ماما بخوای اتوبوس ببین نه همسر تو بگو آقا شاگردت بپرس آقا جماعت تربیت من معذرت میخوام صحبت کن قربان منو نگاه کن منو نگاه کن حرف بزن عذر میخوام دخالت نکن بشین پول لطف کنید شما نخه نمیشه برای چی؟ پول بده کوچولو من کیم؟ تو یکی حرف نزن تو یکی حرف نزن من به اینجا عوض میخوام عوضان چیه کارت دارم؟ برای من که واقعا مثل یه دانشگاه میمونه بسی مثل چقل نمیدی ها؟ باش آقا یه با دیگه یه فکمکی برها 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 باشه بیا آره بر میگردم آره ما شما رو قبول داریم آقا خب به این نمیگی آقا ما هم شما رو قبول داریم تو دستتو بکش من از شما خواهد تو دستتو بکش فرهاد گفتم دمت فرهاد من رو نگاه کن خلاص تو برو آقا خوب بردار قبول داریم قلبت داری میترکی آره عاشقتم فرمولی 40 تومنه 40 تومنه بله الان چقدر دست منه؟ 39 تومن. الان چقدر دست منه؟ 8500. 38500. بله. که حق ماست. درسته. به باز میگه حق ماست. سر این قاطی کرد دیگه. تو ساکت خوندا. تو ساکت تو من ساکت میشم. ساکت تو بیا. آقای محترم. آقای محترم. شما استفهامید. شما استفهامید. 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 این که میگم حق ماست منظورم اینه که با من درستش میکنم یعنی چجوری درستش میکنه آقا اینجوری درستش کن. اینجوری این خدمت شما ما نمیخوایم این تخفیف ویژه به جناب عالی به خاطر مرامت به خاطر این همه کلاسی که جناب عالی دارید این که رعایت میکنید اتوبوس ما رو نکرت این همین اون صد تن داد برای رفیق داره سیکولات به خط فرهاد 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 برو به کارت برس شما برو برو شما بفرمایید دوست من این عکسی که گذاشتین جلوت نگاه کن دیگه چه فایده نداره بچه ها برگردید سر کارتون آی راننده یه کمی صبر کنید یه مسافر پایینه ببین یوسف من دیگه داره حالم از این اتوبوسای آدماش به هم میخوره میگم تو هم بیکار بودی منو برداشتی آوردی یا مردم زناشون رو محصل میبرن اروپا با هواپیما تو هم دلت خوشه منو داری میبری کیش اونم با این اوضاع خب آقا جون حالتون که خوبه خیلی خوبه الحمدلله خب الحمدلله جای تو که درد نمیکنه نه ببینم ماشاءالله ماشاءالله رنگ رو هم تو سر جاشه مسافرین محترم عزیز مجدداً سلام ما به شما سلام میکنیم چون چی شما رو دوست داریم در حال حاضر ما یک نون سفارشی خاصی داریم که توسط مهماندار عزیزمون آقا مسعود عزیز به شما توضیح میشه این نون خیلی خاصه این نونو حتماً تی باید خالی خالی بخورید با آب و نوشابه اصلاً میل نکنید چرا؟ چون دارای ویتامین تی ایه دارای ویتامین ایه و برای بدن خودتون میدونید بسیار مناسبه ما چون چی شما رو دوست داریم و سلامت شما رو میخوایم یه جورایی نونای پر ویتامینه به شما میدیم که همیشه سرحال و
لب قرمز و خلاصی میزون باشید دیگه. آقا مسعود با اجازه. داداش خوشتیب سیامون نکن دیگه، بسه تمومش کن. چی داداش؟ چی میگی؟ سیابازی چیه؟ میسیز ان مستر تازه داماد بفرمان. خیلی مرسیم میل نداریم، متشکرم. برای ما دو تا لیوان سانشاین بیارم. دو تا لیوان سانشاین اگه لطف کنیم. خونک باشیم. سانشاین آقا جمال، آقا جمال یک سانشاین داری؟ سانشاین داری؟ داری؟ ای بابا رو این همه نون، این همه خشخاش و کنجه. آخه ما مثل شما سخاوت نندیم. بفرما. سلام علیکم. زباش بابا بفرمایید. چرا لخمه گرفتی؟ نمیخوام. زباش برو دیدی بابا. کره پنیری چیزی لازم نیست. چیزی لازم نیست. بیا. خواستم خواه. ها جانم. ببین داداش. ها اینا میبره واسه آقا جمال. اینا برام دوستت. این دو تارم خودت میخوری یا ذره برای بازو بیاری. فهمیدی؟ با دست صحبت نکن. بعد میری از اون غذایی که خودت آقا جمال میخوری، این قرار زور بخوریم برای من و خانم و باچه ناقم و خانمش میاری. با دست صحبت نکن. با دست صحبت نکن. به اکبر آقا فوش میدی؟ به اکبر آقا میگی؟ آقا جمال! ببینم ماشاءالله ماشاءالله رنگ رو هم که سر جاشه. آقا جو قلب تو چجوریه؟ یواش. قلبم خوبه، خیلی عالیه. فقط میدونی چه جایی بستنی سنتی اکبر مجدی خالی که حال کنیم. بله. دو سه تا بس آدامس هم باشه که بجوییم دهنمون از این خشکی و حالت میاد بیرون. چشم آقا جون، میگم براتون بستنی هم بیارن. نسی آدامس هم بیارن. قربونتون برم الهی. شما جون بخوا آقا جون. همکتون در حال حاضر نمایش پر هیجان و پر از حادثه و خاطر انگیزه تایتانیک، یعنی تایتانیک هندی به زبان پاکستانی و زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان میشه. حتما اون عروسی هاشم ژاپنیه. نه اون جاپارسی بازی کرد. چه خبرتون آقایون؟ ماشین رو سرتون گذاشتین؟ زن و بچه مردم تو ماشین نشسته. ای آقا بابا این جوون هم بذار دلشون شاد باشه دیگه. ها البته این لحظات خوش و تنهایی فقط تو اتوبوس جمال خوشدستا. آره اینم گفته باشی. به باز شرمندگی من فقط یه نکته دیگه بگم و برم. این فیلم پخش صداش استریوفونیک استمن کالر فکر میکنم و پخش دیجیتاله. خب فیلمتو بذار دیگه. تو ساعت داری برای یه فیلم توضیح میدی. قربون شکل مایت برم. سیاکار. باز پوزش از تمام مسافرین عزیز. چون من کاملا نمیتونم همه چی حرفامو بزنم، فقط یک کلمه من بگم که مدت این فیلم 6 ساعته، یعنی از اینجا تا کجا چی؟ یعنی از اصفهان تا شیراز. از اصفهان تا کجا؟ شیراز. از اصفهان تا شیراز. کوچیکم ها، کوچیکم. شما آقا اینا عجب آدمایی هم بابا. ما باید کرکره رو بکشیم با این تعطیل. آقای محترم پشتر ما حرف نزن. ما پشتمون نیستم، یه چیزی میگم آقا. فکر نکن من مشکل دارم آقا. اصلا به اون نمیاد اون ریقوه. تخمه عزیزم، باید تخمه بخوریم، حداقل وقتمون رو پر میکنه، لحظاتمون رو پر میکنه. بیا لحظه شیرینمونو. چه اشکال داره؟ حداقل بیکار نیستی. خواهش. من نمیدونم تو توی اتوبوس لحظه شیرینم دیدی؟ ای بابا چیز دیگه اگه میل داری بگو من بگم بیارم. آجیل هفت مزه بادم هندیس بیشتر باشه. عذر میخوام قربان جانم. لطف میکنید آجیل هفت مزه بیاری؟
آقا جمال هفت مدرسه میخوان پنج تاش مزهش هست، یکیش من که خوشمزه هم و آقا جمال و آقا فراد، دوتاش درست میاد. آقا تخمه میخوام چیکار؟ بخت تو گلو گیر کرده، تخمه پایی نمیره. آقا یه موال گیر بیار شنکر رو صحبت کنم، عشقم تفرمانی کرده. داره درست میشه، فقط 3000 تومن لازم. 3000 تومن؟ دایمی نداره؟ بهروز اون جلوز صندلی سه بوم دیمون کنه 3000 تومن ازش رو چشم مخلصم اون نوکرتم. ببخشید تخمه ها تموم شد، برای بادو هندی هم داریم بیارم براتون، بادو زمینی، مهمون خود من، مهمون این تنه حقیر. گفتم که خود بادر مهمون کنم با ماینا داداشینا کلت کرده باشم مسود چیزی نیست آقا جمال، سوء تفاوته. کام بک کنید یه بغل ما ببینید تیوی چشه. چیده تو برق، برق توش بیشته. مطبطی شده همه چون بدید من شمنو واقعا برق توش گره خورده. ببخشید با سفرین ماترم الان درست میشه. این دقنه بیدیه تنگه یه واقعا الان یا دیگه الان باید بخونه. اومد خوبه اولش دیگه اولش شما فیلن این قطر نگاه کنید این کمشم فیلم میشه الان باید بخونه اینو باست چی میدید از من آخه آقا این چیه درونه؟ آها اومد جا بزه کنم درسته نه درسته بیا خرخرش اومد درسته آقا جمال این هم دست هست باشه بگی خارم خارم بگی نقشه اینا دارم نه؟ چه وضعیه به ما دادی بچه؟ اینو بگی از دست من تا کی؟ اینو بگی برق نگیرم آخه ما چی رو من نگی بکنیم آخه؟ اونو بده من بگی اینو چی شد؟ ببخشید اشکال هم هم بود نیستی فیلم ما 6 ساعت تو سفر قبلی اون اومده به آخر فیلم رسیده حالا به خاطر که برگرده اول یه ساعتی طول بکشه بعدش درد باشه فش 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 اما اون وقت خوب نمادیه اما بیدن یک گلی از ازا دراریم من میدونم اینو چه جیرا بندازم بیا ماشالله دوترم یه یادت نره ها دلم میخواد حسابی بزن بزن از فیلم ها اکشنت بالاتر برو چشم شسته بلنشو ببین حالش چقدر خوبه تو حالا گفتی... کی؟ حالا کی؟ آقا جون سخاوت جونتون تو که گفتی قم نرسیدیم کارش تمومه مگه نگفتی ها؟ خب الان شیراز هم داریم رد میکنم اسمان هم گذاشتیم شیراز هم داریم رد میکنم گوش چیزه؟ میگم که
دو سه تا شهر مونده بزنم فکرم اون کار بندازه ببینم چه غلطی. میدونی چی میخواد؟ بستم میخواد با آدامس. آدم باد میکنه میکره دیگه. مسافران عزیز آقا جمال خوش دست، میگن که چون ما به یک جای خوشاب هوا و با صفا رسیدیم، دوستانی که میخوان بیان سیگار بکشن بیان اینجا تی جلو در باشتن دودش رو اینجوری جورایی برن بیرون که بقیه آزار نبینن. بهروزخان چه؟ یه تست. تست؟ تست چی؟ تست دود. آقا جون جانم شما مشکلی ندارین که؟ نه آبدا نبدا مشکل چیه؟ برای چی؟ آقا جون جانم بگه حالتون خوبه؟ خیلی خوبه. خیلی خوبی؟ خیلی خوبی. عجب عجب. آقا جون جانم شما راحت تنفس میکنی؟ من راحت تنفس میکنم. بله آره آره قربونت برم. آقا جون جانم میگم تو این مشکل ریه قلب ببینم مالتو رو ببینم بابا بابا جان زن بچه مردم تو ماشین خوابیدن آخه. شما به زن بچه مردم چی کار داریم؟ یوسف جانم. بله میگم این بوی گن ماله چیه؟ فکر میکنم بوی بیرون بیاد، از بیرون باشه. میدونین هر مسیری بوی داره دیگه، اینم حتما بوی مسیر تهران بندره. بهش فکر نکن. میگم تهران بندر بوی جوراب میده. ممکنه دیگه. مسعود برو ببین اوضاع چی قراراته. بکشم امو. بادو بابا بادو. آقای راننده این بو گندم جز به سرویستونه. به خجالت بکشین دیگه بابا. دادو بیداد نکن آداز. دادو بیداد نکن. برو خدای شد کن چی اتوبوس ما استاندارد ایزو 2002 داره. متوجه ای؟ آقا جون اقلا این کولر لعنتی رو راه بندازید بو گند از این ماشین بره بیرون. ده خفه شدیم دیگه بابا. دادو بیداد نکن جون. دیگه نشنبان تا پایان قد حرف بیزنی ها. اتوبی ها درست من اخواد بای بیستی تا اتوبی ها گنده شده رو بردیم. بیستیم بینیم بابا بیستیم. تا چی؟ راست بسه من به ترکیه جیرایی
حالا تا اینجوری میگیرم داداش سمیده بسی اینجوری دارم ببند و دهنه تو دیگه بسی چیزی نیست مخلصت تمام اموام هستیم الان واسه تون کولر میزنم یک بوی عطر بهبهی بپیچه کیف کنین بو عطر کره یاس تا بندر حال کنین ناکر امو میگم این بوی گرم ماله چیه آبا آجون آبا تو پوشتو آبا جون این کولر آبیه یا پهنی چی بوده؟ بو گندش ما رو کاشت دیوانمون کرد خسته شدیم دیگه محسود برو ببین اوضاع چی قرار هست بادو بابا بادو جان یوسف جانم مرسی من مرسی مرسی خواهش میکنم من مرسی رو خیلی خواهش میکنم به اندازه یک دنیا مرسی به اندازه سفرمون مرسی منظورم شکلات مرسیه یوسف شکلات مرسی ما سر صحنه خیلی از این شکلات ها میخوریم فرانسوی ها اینا باش با این که ممکنه اینجا گیر نیاد زیر سنگم باشه برات گیر میارم مرسی باشه حتما خیالت راحت باشه 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 اینو برای من گذاری بیزن این رسته در نکنه سرش کی... ماما سر من میترسم کلا بره این اشتباه بندازه سلام جناب راننده ببخشی من معذرت میخوام من مدیر روابطومی رستوران چشم انتظار هستم مسافران محترم اتوبوس زمینی با بیری خبش کلان شما چیزی میبین خانم؟ نه آقا من سیرم اشتها ندارم ببخشید شما چی آقا؟ بنده چلو کباب میخوام درجه یک حالا ببینین اکبر آقا پسر نازنینم چی میخوره؟ شما چی میگرد آقا؟ من چیزی میل ندارم ایسا شما چی خانم؟ خیلی ممنون هیچ شما چی؟ سیرن ایشونم من که کنو شو بنام شما چی آقا؟ بنده هم سیر، خانم هم سیر، آقای سخاوت سیر، مملوک سیر، همه سیر سیر، توپ به توپ نه اشتباه میکنن، آقای سخاوت سیر نیستن، لطف کنین یه قربان ایشون سیر هستم، هیچ نیازی نیست، شما خرج نکن لطف کنین برای آقای سخاوت چلو کباب اصلا غذای ما میل نداره شب چه چو لط کنیم بیاریم ببینید اصلا هیچ غذایی نمیدم خاری چشکا چیره چشکا چیره چشکا غذا بین راهی آقا جون سخاوت بخوره اوجون رویان جبار های نقشه خودم سرمایه گذاره که گفتم نگه خب بگو بیاره بابام بیاره چند هست از میخوام لط کنیم یک تصور کباب شب مونده کوبیده اصلا بوگندو بردارید بیارید اصلا چی فرمید آقا
چلو کباب مسموم اجزای شب مونده بوگندو میخواستم، اگه دارید بی زحمت یک پرسشو برای ما بیارید. واسه چی میخواید آقا؟ برای گربه‌مون تو چیز ماشینه، بعد گفتیم که چیز بشه بدیم بخوره. برای گربه‌تون؟ بله. نیازی نیست، آشغالگوش زیاده میگم بیارید. قربان گربه ما اصلا آشغالگوش دوست ندارید، از چلو کباب شب مونده همچین بوگندوی قشنگ همچین فاسد شده برای ما بیارید. عزیز من امروز روز اول افتتاح اینجاست، غذای مونده نداریم. نداریم. بله. باش همون آشغال گوشت بی زحمت بیارید. اشکال نداره. خسته نباش. قربان شما برم آقا جون. جانم دادم براتون یک پست. وای یوسف، میگم عجب جای قشنگی با صفایی یا بالاخره سفر ناخوش یه جای خوشم دیدی. میگم میدونی چی میچسبه یه غذای پر انرژی مثل ماری گولدا با خاویار. جانم یوسف چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ماری گولدا با خاویار اسم این غذای فرمودی؟ ماری گولدا، ماری گولدا. یه عقربا هست اینجور دومش قلمبا صدا میکنه. آره مالی مالی گولدا. ماری گولدا. مالی گولدا. با خاویار. آره آره. خسته نباشید. سلام قربان. سلام خسته نباشید. ببخشید غذای چی میذاری میخوام میخوام شما آقای صیادی نیستین؟ شناختی؟ آقای یوسف صیادی. خواهش میکنم. آقای صیادی میشه خواهش کنم عینکتونو بردارین من یه ببینم شما رو. ای بابا. خیلی خوشبختم خانم. خیلی خوش اومدین. چی بگم من بفرمایید. آقای صیادی شما تو تلویزیون همچین خیلی قدرتمند و هیکلی نشون میدین ولی اینجا همچین جسه ضعیفی دارین. میشه خواهش کنم یه امضا به من بدین؟ خواهش میکنم. امضای من ارزش نداره. خیلی خوشحال میشم. ای بابا. خیلی لطف کردین. خیلی خواهش میکنم بفرمایید. این چیه قربون؟ ببخشید. روی این امضا کنه. ببخشید. هول شده. پیش میاد از این چیزا خیلی برای من پیش میاد. الو؟ الو؟ حالتون چطوره؟ اتاق ادب میخوام خدمتتون. حالتون خوبه؟ قربان شما بابا من با هزار بدبختی از صاحب رستوران این گوشه تلفن رو گرفتم برای تماس بگیرم. آقا فرمایشی داشتم. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. متشکرم. متشکرم. ببخشید من می‌خواستم اگر امکان داره یه غذای سبک سفارش بدم. ببینم. شما چطور مسافر اتوبوس هستید؟ بله بله مسافر. بهتره ببرم بیرون غذا بخورم. عذر می‌خوام من مسافر اتوبوس هستم اما خیلی خوشبخت هستم از آشنایی شما. خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی خوشحال هستم از اینکه با شما آشنا شدم و به این رستوران اومدم. صیادی هستم. بفرمایید آقا صیادی هستم. بله از هنرمندای تلویزیون. به من چه ربطی داره آقا شما چی میل دارید؟ بله دیگه ممکنه به شما امرتون بفرمایید آقا. عذر میخوام من با همسرم اومدیم ماه عسل و در این سفر در این رستوران اومدیم و یه غذای سبک اگه محبت کنید. بفرمایید غذا هر کدوم میخواید انتخاب کنید. بله بله دوستان گفتن شاگرداشون گفتن که غذای دریایی و همه چی هست اما میدونید لازم گوارشی و لازم میدی من یه غذای سبک میخوام. سبک تر از اینا اگه بخواید ماهی و خاویار هست توی یخچالی بریم خدمت. بله نه نه کم حجم و کم چیز قابل هضم در واقع باشه میدونید یه مقدار علاوه میدونید که ما غذای سبک داریم. بله بله. یه نوش دشه بره سر کوه دهنتون رو باز کنید باد هوا بخورید. غذای دوم لب رو تو خونه است. کاسه میدم خدمتتون. آب بریزید تلیت کنید بخورید آقا. خوشم میاد شما. آقا جمال این یارو رو برداریم و خانوم ببریم. آقا آقا آقا. سوزه خونه. این هم کبیت خدمت شما. امری فرمایشی. به به به. یوسف. جانم. میگم این ماری گولداست. فرید جان این آبگوش گولداست. حتما اینم خاویارشه. درست. آقا جمال مرغ هم هست. مرغ هم. چیکن چیکن. یه گاز بزنم. بزن جا. آقا جمال خیلی زحمت. آقا جمال جا. منو کردم درست. منو کردم. حالا بیا. جناب سرهنگ دست رو درد نکنم واقعا همه چی بیست هم فضای استانتارت هم غذای استانتارت به همین دلیل ما به شما قول میدیم که این به بعد اتوبوسمون رو اینجا استاپ کنیم با مسافرها خدمتتون میرسیم شما خیلی بیجا میکنید آقا خواهش چی؟ واسه چی؟ این چه مسافر آوردنیه؟ مگه چشونه؟ هیچی همه بیرون نشستن دارن نوشابه نون میخورن نیومدن تو؟ نه خیر آقا نیومدن خب نیان مگه چی میشه؟ هیچی نمیشه وقتی که شما پول غذاتونو پول غذای بقیه رو دادید اون وقت درست میشه استاپ کن استاپ کن کورنل ما این شوخی ها نهاریم با کسی ببین داداش
همه چیت استاندارده، اما اخلاقت استاندارد نیست. الان یه اخلاق استاندارتی نشونتون بدن تحس کنیم. همونه نشون بدن چیکار کنیم؟ افراد به جای خود خبر اوت حمله بسیر 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 آقا تمازی یه دقیقه نگه دار چی با این مسافرهای درد دلی بکنی چی بزن دارم سوچشم مسافرهای محترم اتوبوس 745 زمینی خسته نباشید تا اینجا ما دو سه دقیقه دیگه به بندر لنگه چی میرسیم خودتون شاهد بودید که ما به هزار دوز و کلک به خاطر تک تک شما به خاطر تک تک شما به چه مصیبت ها و سفزه جونه داداش افتادید با تک تکتونم خب چه میشد؟ مگه چه میشد؟ اگه اون گوش کوبیده هاتون رو میآوردید تو اون رستوران میخوردید نمیتونم حرف به جون عمو نگاه به این زبون تند و تیز این آق جمال ما نکنین دلش عین کنکیشکه ما رو میگه راست میگه ببینید جیک اون روی آقا جمال خوش دست رو ندیدید چی میزد اونجا وای حالا کاری نداریم به خیال ام فراد آقا نفری 100-500 دست میکنین تو جیبتون دست به دست میدیم بیاد جلو حوصله ندارم بیام جمع کنم میگن اشبر آقا خوش میداره؟ ببرد اونجا همه چیز آقا شما که هنوز اینجا ایستادید چیکار کردم و سی میدم؟ جلالش چی بود؟ امو تمار سی میدم چی؟ رفت خودت زیاد ناراحت نکن همه را ول کنید اینی که دیگه ما استاندارد نیست استاندارد خارج بکن جیداش من که این کار را میبوسم میرم کنار تو بیخاک میکنم تو چشم همو مگر هر جنازه مردم برای شماها مادر بسیار خوب و مهربانی بود برای من هم یک نانخور بسیار خوبی بود خدا بیامرزه خدا رو شکر یک ارث خور کر شد الحمدلله دومین ارث خورم رفت سومین ارث خورم مرخص شد ای طفلک این ارث خورم رفت میراث خورا همشون رفتن مرخصی خدا بیامرزه
سخاوت بعد از ترک بچه ها در سن 87 سالگی با همسر جوانش زندگی خوش و خرمی رو با هم شروع کرد. جدی میگی؟ جدی میگی؟